أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم و همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوی متذکر می شوم و سفارش می کنم. تقوای الهی این اصل حرکت یک انسان به سمت کمال و تعالی است. اگر به توفیق الهی بتوانیم در عمل فردی، اجتماعی، سیاسی و در همه امورمان رعایت تقوا را داشته باشیم، همه خیرات و الطاف الهی سراغمان می آید. امیر بیان امام سفیدرویان فرمودن الا فسنوها و تصبنو بها، بیدار و هوشیار باشین، تقوا رو حفظ کنین و با تقوا خودتان را از همه خطرات و زیانها محافظت کنید. سپاسگزارم که مجدد توفیق حضور در سنگر نماز جمعه و در کنار شما مؤمنین و مؤمنات نصیبم شد. توفیق نصیب شد روزهای محدودی در عتبات عالیات توفیق زیارت داشتیم و در همه مزاجع دعاگو و نائب الزیاره همه مؤمنین مؤمنات بالاخص شما عزیزان بودم. خطبه اول حسب رسم و سنتی که سفارش بزرگان است و اندیشه و در واقع اعتقاد من هم و اون هدایت من میکند، مباحث قرآنی و اخلاقی را از منظر قرآن و روایات با عنوان یک نیاز و یک راهکار برای اصلاح شخصی و فردی و جمعی ما دنبال میکنیم. این هفته هم موضوع بحث خطبه اول سوء ظن و بدگمانی در نگاه دین است که چی
وظیفه‌ای و چه مسئولیتی در قبال دیگران داریم و باید فکرمان و نگاهمان به دیگران چگونه باشد. در خطبه دوم مناسبت‌ها زیاد است. امروز هفتم ماه ذی‌الحجه، روز شهادت امام باقر علیه افضل صلوات المسلمین، روز عرفه را در پیشی رو داریم که هم عرفه است و هم شهادت سفیر سید الشهدا علیه السلام حضرت مسلم ابن عقیل، و در آستانه عید سعید اضحا قرار داریم و موضوعاتی که مربوط میشه به کشورمان و به جهان اسلام از موضوعات است که در خطبه دوم با اونها خواهیم پرداخت. خیلی کوتاه و گذرا خطبه اول را با همین دید و منشی که عرض کردم دنبال میکنم. خداوند علی اعلی در سوره مبارکه حجرات، اخلاقی ترین سوره قرآن، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. انسان های مؤمن، از بخش زیادی از گمان ها پرهیز کنید. اجتنبوا کثیرا من الظن، خیلی از گمان ها را نباید بها بدید. حالا بعضی جاها باید انسان دقیق باشه، اما اکثر گمان ها به تعبیر قرآن باید اجتناب شود، کنار گذاشته شود. چرا؟ چون بعضی از گمان ها گناه است. قصدم با خواندن این آیه، آیه 12 سوره مبارکه حجرات، این بحث آغاز کنیم که یکی از صفات رذیله و بد و سخیف و زشت که در وجود انسان ها هست بدگمانیه. همونطوری که ما مریض میشیم، جسم ما آسیب میبینه، بدگمانی در حقیقت یک نوع مریضی فکری است، زجرآور است. تمام وجود انسان را در بر میگیره وقتی انسان بدگمان میشه. چشمش، گوشش، قلبش، مفکورش مریض میشه، آلوده میشه، ویروسی میشه. به همین دلیل است که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن بزرگترین گناه کبیره، حالا علما هستن گناهان تقسیم میکنن به صغیره و کبیره در یک تقسیمی، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن بزرگترین گناه کبیره سوء ظن و بدگمانی به خداوند است. حالا عرض میکنم سوء ظن به خانواده و مردم یکی از بخشاش سوء ظن به خداوند است. علی کل حال یک بحث مهم است در مسائل اخلاقی اجتماعی، بحث سوء ظن و بدگمانی. اگر بخوایم تعریف کنیم، معرفی کنیم که سوء ظن چیه، گاهی آدم بدگمان میشه، بدخیال میشه درباره افراد، رفتار افراد، برخورد با افراد، خیالاتی میشه. همه رفتار و برخوردها را حمل بر زشتی و بر گناه میکنه، حمل بر بدی میکنه. این یک مرض است، این یک آسیب است، این یک رذیله اخلاقی است و به این گمان بدش ترتیب اثر میده. بر اساس اون بدگمانی قضاوت میکنه، رفتار میکنه، موضع گیری میکنه. این تعریفش، این میشه سوء ظن به تعبیر قرآن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اولین نکته ای را که دقت لازم است، در آموزه‌های دینی، در قرآن، در روایات، ما نسبت به بدگمانی چی وظیفه داریم، چی راه را،
چی نکته ای را در رابطه با بدگمانی به ما یاد دادن. اولین مطلب این است که باید کار بکنیم خودمانه خلاصه حفظ بکنیم و نسبت به دیگران بدگمان نباشیم. همون آیه‌ای که عرض کردم ده ها آیه و روایت یه بحث دنبال میکنه. مطلب دوم بازم دقت بیشتر لازم است. بدگمانی بدترین دروغه. خب میدونین یکی از گناهان کذبه. یوم ینفع الصادقین صدقهم. دروغ بده. دروغ خب با زبان اظهار میشه. بدگمانی هم بدترین دروغه. با این تفاوت که در دروغ طرف صحبت میکنه، اظهار میکنه، اما در بدگمانی این دروغه، فقط اظهار نمیکنه. در این حالی که اظهار نمیکنه، در برخوردها بر اساس همون بدگمانی قضاوت میکنه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن ایاکم، یعنی خیلی متوجه باشین، خیلی حساس باشین. ایاکم یه تعبیر خلاصه دقیق است برای پرهیز کردن. مواظب باشین و زن بدگمان نشین. فإن الظن اکذب، اکذب الکذب، دروغ ترین دروغ گمان بده. ما با مردم بدگمان بشیم. بعضی از برخوردهایی که واقعا در جامعه میبینیم اینا نتیجه این بدگمانی هاست. عوض اصلاح فساد زیاده رو به دنبال داره. پیغمبر میفرماید بدترین دروغ گمان بد است. بدگمانی به مؤمن، گاهی ما به یک نفر بدگمان میشیم، بدگمانی به خداست. امر اخی که علا احسنه، یه چیزی از برادر دیدی او را حمل بکن، بگویی درسته. حتی یعطی که منه یغلب ما یغلبک، مگر این که اونقدر دلیل روشن بیایه که واقعا ثابت بکنه یک چیزی غیر از اونیست که تو حمل بر صحت کردی. حالا یک کسی یک جایی وارد میشه با یک مثلا خانم صحبت میکنه، یک موضوعی را مطرح میکنه، شما بگوید کار خیر میکنه، نه اینه که فورا قضاوت بکنی آقایی داره گناه انجام میده. دین ما ایره میگه ضعف لأخی که علا احسنها. اینا راهای زندگی است، راهای سلامت و سعادت اجتماعی است. ایمان به خداوند با بدگمانی با هم جور در نمی آید. انسان بدگمان ایمانش به خدا کامل نیست. خیلی مطالب مفید و حقیقتا قابل استفاده و نیاز به شنیدن و گفتن و مطرح کردن است. فرصت ایجاب نمیکنه. هم خب نماز جمعه است دیگه، باید سریع به موضوعات بپردازیم. روایت داریم لا دین لمسیء الظن، کسی که بدگمان دین نداره، لا دینه، لا ایمان مع سوء الظن، کسی که بدگمانه ایمان نداره. شنیدین گاهی یه بدگمانی رو میگن آقا ایمانت باختی. چرا ما به مردم بدگمان باشیم؟ این یک بخش اصل بدگمانی. حالا چه عوامل باعث میشه ما بدگمان بشیم؟ بعضی ها در جامعه خیلی بدگمانن، بعضی ها الحمدلله متخلقن، حسن زن دارن، عوضی که بدگمان باشن خوشگمانن. شما میبینین در خانواده، در جامعه، در حکومت، در مراکز تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، در روابط شخصی و جمعی ما این دو سو رو میبینیم، این دو رویه رو میبینیم. حالا عرض میکنم عوامل بدگمانی چیست. یکی از عوامل بدگمانی دقت کنیم، سطحی نگری، ظاهر بینی. ما ظاهر ماجرا رو میبینیم، زود قضاوت میکنیم،
یه مقداری باید آینده نگر باشیم، عمیق بنگریم، چون ظاهر میبینیم عجولانه قضاوت میکنیم. این یکی از عوامل سوء ظن است. دومین عامل سوء ظن، بدگمانی، حسادت است. خب آدم گاهی گرفتار حسادت میشه، با مردم با چشم حسادت نگاه میکنه، حالا یک ظاهر یک وضعیت خوبی طرف داره، فورا شروع میکنه به قضاوت کردن، چون در وجودش حسادت نهفته است. اون حسادت فکرش رهبری میکنه، مدیریت میکنه، او را متهم میکنه به بدی و گناه، در حالی که اگر گرفتار حسادت نبود سوء ظن سراغش نمی آمد. ان الحسد یاکل الایمان، حسادت ایمان میخوره. کما تاکل النار الحطب، همونطوری که آتش هیزم میخوره. پس دومین عامل بدگمانی حسادت است. ببخشید، کافر همه را به کیش خود خواند. سومین عاملش رذایل اخلاقی است. وقتی طرف خودش آلوده است، خودش اهل معصیت، اهل گناه است، با همون ابزاری که در خودش است دیگران را قضاوت میکند. الرجل السوء لا يظن بعهد خيرا، آدم بد به مردم جز بدی نمیتونه فکر بکنه. خودش آلوده است، دیگران را با همون معیار خودش قضاوت میکنه. لانه لا يراه الا بوصف نفسه، با مقیاس خودش، با سرمایه اخلاقی کم خودش نسبت به دیگران قضاوت میکنه. عامل دیگر به سرعت عرض کنم و به مطالب بعدی برسم، همنشینی با بدان. وقتی آدم با آدمای بد، با آدمای غیر متخلق آلوده رفاقت داره، خب طبعا اونها چون بدن به دیگرها بد گمان میکنن، این آقا هم تحت تأثیر میره. گاهی پیامبر بزرگوار اسلام کسانی که صحبتهایی را مطرح میکردن میفرمودن مرا نسبت به مردم حساس نکنیم. ما به مردم باید به خیر و خوبی و سلام نگاه بکنیم. یکی از عوامل انتظار بیش از حد و نابجاست. آدم گاهی خب انتظار داره همسایه‌ها بهش سلام بکنن، احترام بکنن، مردم دستش ببوسن، تعریفش کنن. این یک انتظار بیجاست. ما باید خودمون همیشه متهم کنیم که نسبت به مردم کوتاهی داریم، نسبت به همسرمان، به فرزندمان، به برادرمان، به همسایه‌مان، به استادمان، به ملتمان، به مردممان. آقا اگر یک آقایی که مسئولیت داره همیشه خودش مدیون مردم بدانه، چقدر اصلاحات میآید. این توقعهای بیجا، انتظارات بیجا باعث می شود انسان به دیگران بدگمان شود. یهودی ها اینطوری هم. قرآن یک فرمول جالبی داره، می فرماید کسانی که توقع بیجا دارند به مردم بدگمانند. گفتن لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، به بهشت هرگز نمیره مگر کسی که یهود باشه یا نصرانی باشه. این چی حرفی است؟ بهشت کسی میره که تقوا داشته باشه، کار کرده باشه. آقا به خون و به قوم و به نژاد و به آدرس که نیست. این زیاده خواهی عامل بدبینی است. الان اینا را در جامعه میتونین پیدا کنین. نسخه است، نسخه های نجات است، نسخه های هدایت است. خب فرصت کوتاه است. کجاها قلمرو بدگمانی است؟ ما کجاها خلاصه این بدگمانی ما را به کجاها میبره؟ به کی بدگمان میشیم؟ گاهی بدگمانی به خداست.
خیلی ایام خوبی است رفقای عزیز. عده از عزیزان در مکه هستن، انشاءالله فردا شاید هم امشب عازم عرفات میشن. عرفات و عرفه حالا مهم نیست، دوستان ما مهمانای خداوند در عرفات هم خدا انشاءالله ما رو اونجا برسانه. عده کربلا هستن که خداوند اول به مهمانای ابی عبدالله نگاه بود. اما میتونیم ما در همین جا در روز عرفه خلاصه او صحنه ها رو مجسم بکنیم. در روایات داریم کسی که به سرزمین عرفات حضور پیدا بکنه بعد فکر بکنه خدا او را نیامرزیده، این در واقع به خدا جفا کرده. آدم باید با خدا خوشبین باشه. ستار العیوبه، غفار الذنوبه. گاهی بدگمانی قلم روش به خداست، از رحمت الهی ناامید میشه. خدا من نمیامرزه. چرا نمیامرزه؟ گاهی به دیگرا بدگمان میشه، به خانواده. باور کنین اگر به خانواده من بدگمان بشیم خیلی آسیب داره، خانواده متلاشی میشه، گرفتار مصائب و مشکلات میشیم. گاه ازدواج نمیکنه. چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه اگر زن بگیرم نمیتونم خرجش تامین کنم. بابا این بدگمانی با خداست. شرکه، اولاد نمیاره. چرا؟ با خدا بدگمان است. گاهی فرزندانشان میکشتن برای که خرج زندگیشان فکر میکردن نمیتونستن تامین بکنن. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. ما اونا را هم روزی میدیم، شما را هم روزی میدیم. گاهی به انبیای الهی بدگمان میشن و شدن. به حضرت نو میگفتن انا لنراک فی صفاها و انا لنظنک من الکاذبین. میگفت تو خرد کافی نداری، ما گمان میکنیم تو دروغ میگی. بعضیا به ائمه معصومین، به بزرگان بدگمانن. الحمدلله بعضیا هم خدا روزی کرده، حسن زن دارن. یک سرمایه است، یک انرژی است. بگذاریم بدگمانی نسبت به مردم بسیار زشت است، بسیار آسیبزا است. اطلب لأخی که عذرن، هر چیزی را از برادر دیدی براش یک راه پیدا کن، یک عذر براش بتراش. فإن لم تجد له عذرن فالتمس له عذر. اگر یک راهی حلی برای اون چیزی که نسبت به او حساس شدی پیدا نکردی، برو دنبال راه حل بعدی. متاسفانه الان خیلی ها دنبال اینن که برای مردم یک محمل گناه پیدا کنن، البته که محمل بیرون رفت پیدا کنن. فرصت کوتاه است، یه بخش آخر را عرض بکنم و عرضم را در خطبه اول جمع کنم. بدگمانی حکومت به مردم و بالعکس بدگمانی مردم به حکومت. بعضی چیزا باعث می شود مردم به حکومت خوشبین باشند. این خیلی مهمه و باید از این نسخه استفاده بکنیم. آقا امیرالمومنین فرمودن چند چیز باعث می شود مردم به حکومت بدبین نشوند بلکه خوشبین شوند. و لازمه یک حکومت مقتدر، مندگار، حکومتی که زمینه‌های پیشرفت و عزت یک مملکت فراهم میکنه اینا است. اینا عوامل است که مردم به حکومت خوشبین میشوند. یک، احسان حکومت به مردم. الانسان عبید الاحسان. مردم نوکر
احسان و محبت هم. شما اگر به انسان با پوزش به حیوانی هم محبت کنید او ممنونتان میشه. هرچی حکومت و مردم احسان بکنه مردم به حکومت خوشبین میشه. محبت کنند، به عقاید مردم ارج بگذارند، به فرهنگ سالم مردم و ملت‌ها و اقشار حرمت قائل شوند، به بزرگان اقوام احترام قائل بشوند. پیغمبر فرمود اکرم و کریم کل قوم، بزرگ هر مردم و هر جمعیت را احترام بکن. این باعث می شود مردم به حکومت خوشبین شود. کوتاه عرض می کنم، کاهش مالیات. هرچی از مردم کمتر مالیات، اونی که لازمه. بعضی وقتا که مالیات تراشیده میشه، اساس نداره. و به جای خود مالیات شرعی قطعی اونم باید با تخفیف برخورد بشه. اگر از مردم مالیات کمتر گرفته شود مردم به حکومت خوشبین می شود. اینا به نفع حکومته. اینا راه های بقای حکومت است. کسی فکر نکنه این برای براندازی حکومت است. نه، اینا حرف دینه، حرف خداست، حرف پیامبر است، حرف سردار آزادی و سخن و بیان امیر المؤمنین است. وعلم انه لیس شیء، حضرت فرمود هیچ چیزی به حسن زن به این اندازه اثر نداره. یکیش تخفیف مالیات است، سومش عرض کنم نخواستن چیز به ناحق از مردم. از مردم نباید به ناحق چیزی طلب بشه. در هر اداره‌ای، در هر وزارتخانه‌ای، در هر مجلسی وقتی به ناحق از مردم چیزی خواسته شد، مال، پول، حتی تعریف و تمجید، یقین داشته باشین مردم به حکومت بدبین میشه. به عکس، اگر چیزی خواسته نشد اعتماد مردم، حسن ظن مردم به حکومت بالا می رود. لذا امیرالمؤمنین به عنوان یه نسخه به والیا فرمود منفورترین نیروها و افراد و مردم برای والی باید کسی باشد که دنبال عیوب مردمه. نباید ما یک عده‌ای را مأمور کنیم بریم بگیم آقا عیوب مردم را بررسی کنین بیاین به ما گزارش بدین. کسانی که دنبال توطئه اند، دنبال گزارش اند، دنبال عیب مردم اند، باید حکومت اونها را از همه بیشتر از خودشان دور کنند. و آثار مخربی دارد این بدگمانی. یکی از آثارش گمراهی است از مسیر حق. کسی که بدگمان است این در مسیر گمراهی قرار میگیره. یکی از آثارش آسیبی به دیگران است. میدونین وقتی ما به دیگران بدگمان شدیم هر چی تونستیم با اونها ضرر میرسانیم. یکی از آثارش عدم اعتماد به دیگران است. مگه میشه آدم در جامعه بدون اعتماد به دیگران زندگی بکنه؟ شخصی که نمیتونیم کار کنیم. یکی از آثار مخربش پنهانکاری است. باید وقتی بدگمان میشیم همه چیز پنهان کنیم از مردم. با پنهانکاری زندگی نمیشه. بله، بعضی جاها باید انسان بدگمان باشه. و آدم بدگمان نمیتونه با دیگرها ارتباط داشته باشه. یکی از جاهایی که دستور انسان بدگمان باشه با خودش بدگمان باشه. هرچی کار میکنه باز میگه که من در مقابل مردم کارم اونگونه ای که باید باشه نبوده. یک رهبری موفق است که خودش در قبال مردم همیشه کمکار بدانه. یک معلمی موفق است که خودش با همه زحماتش هنوز کمکار میدانه.
اینجا انسان باید بدگمان بشه. با انسانهای نااهل نشستن انسان را آلوده میکنه و خوب است که خودمان را از رفتن به جاهایی که باعث بدگمانی مردم به انسان میشود حفظ کنیم. پیامبر فرمود، امیر المومنین فرمودن، من دخل مداخل السوء یا سوء التهن. یه جایی که نباید بری میری، به یه مجلسی، به یک برنامه‌ای که نباید حضور پیدا بکنی، اونجا اگر رفتی مردم به تو بدبین میشه. خوبه مواظب باشی اون جاهایی که باعث بدگمانی مردم به انسان میشه بعد انسان ورود پیدا نکند. خدایا ما را با قرآن، با معارف قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه لطف و برکت بزرگ خداوندی است، حج فقرا است. روایات برای معرفی این موقعیت فراوان است. کسی که وارد این برنامه می شود، ملائکه های موظف از اونها استقبال میکنن. انگام برگشت با پرونده های پاک از گناه برمیگردن. در قبال این عظمت مسئولیت داره. مسئولیتش روشنگری است، مسئولیتش بیداری است، مسئولیتش ایجاد فضای اخوت و هوشیاری و دفاع از مرزها و از اهداف بلند و انسانساز اسلامی است. به همین دلیل باید حساسترین موضوعات اجتماعی را در نماز جمعه به اشکال مفید و به انواع و انواع خلاصه فهم و درک و بیان به میان آورد و از اونها برای بیداری و هوشیاری و آینده نگری استفاده کرد. به همین دلیل مناسبت هایی را که لازم می دانم در خطبه دوم در مسیر این هدف بزرگ دنبال می شود و از اونا می شود استفاده کرد مطرح می کنم. عزیزان من، بعضی وقتا انسان در اثر غفلت فرصت هاش می سوزانه. اضاعت الفرصت غصه. خیلی پشت سر گذاشتیم، فرصت ها را از دست دادیم. جوانی، سلامتی، ثروت، قدرت، موقعیت ها، اینا همشان فرصت هست. امشب جمعه بود، کسانی که از برکات شب جمعه خوب استفاده نکردن یک فرصت را از دست دادن. سحر جمعه ویژه است،
صبح جمعه، امروز جمعه، فرصت ها می سوزه و از بین میره. ماه ذی‌القعده از آغازش تا دهه اول و پایان دهه اول که یعنی همین 40 روز به تعبیر معروف، خلاصه چله موسویه که حضرت موسی علی نبینا علیه السلام در این 40 روز خلاصه ملاقاتش تنظیم شد، یکی از فرصت‌های مهم است. حالا ماه ذی‌القعده را پشت سر گذاشتیم، امروز هم 7 ذی‌الحجه است، چند روز بیشتر نداریم، این فرصت انشالله استفاده بکنیم. مناسبت اول شهادت آقا و مولامان امام باقر علیه افضل صلوات المسلین است که امروز 7 ماه ذی‌الحجه مصادف است با شهادت شکافنده علم که پیامبر به او سلام رسان، حضرت باقر علیه السلام. خیلی کوتاه از حضرت صحبت میکنم. امام پنجم در علم و زهد و فضائل اخلاقی نه سرآمد همه مردم دنیا هستند، سرآمد بزرگان خاندان پیامبر و بنی هاشم بود. یعنی حتی اگر بین ائمه معصومین و خاندان بنی هاشم بخوایم یک بررسی و مقایسه بکنیم، حضرت در بنی هاشم در رأس فضائل هستند. مقام بزرگ اخلاقی و علمی اون حضرت مورد تصدیق دوست و دشمن است. خیلی کوتاه عرض میکنم، روایات و احادیث در زمینه‌های فقهی، تفسیری، تاریخ اسلام، انواع علوم از امام باقر علیه السلام به یادگار مانده که از هیچ یکی از فرزندان امام مجتبی و امام حسین علیه السلام به این اندازه یادگار فرهنگی و علمی ما در سراغ نداریم در تاریخ. در تألیفات دانشمندان اسلامی، حتی اهل سنت، نه یکی نه دوتا، ده ها، طبری از علمای بزرگ اهل سنت، بلاذری، سلامی، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفهانی، در مکتوبات مالک، موطأ مالک، سنن ابی داود، مسند ابی حنیفه، مسند مروزی، تفسیر زمخشری و دهها و دهها کتاب دیگر از علمای اهل سنت، سخنان و معارف امام باقر درج است. افتخار است امام باقر، شکافنده علم است. اینقدر زحمت کشید، اینقدر تلاش کرد که اسلام و آنچه را که جد بزرگوارش پیامبر آورد او را بیمه کرد. عظمت امام باقر در همین است. امام باقر خصال ستوده‌ای داشتند، صفات برجسته‌ای داشتند. یکی از اون صفات مسئله عبودیت و بندگی اون بزرگوار بود، خیلی اهل عبادت. یکی از اون صفات سخاوت اون حضرت بود. جود و سخاوت امام باقر، گشاده دستی و لطف عمیمش زبانزد خاص عام بود. امام باقر در واقع تجسم این آیه بود: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. دیگه فرصت نیست، ان شاء الله دوستانمان اعلان میکنن برنامه عرفه را، شاید ان شاء الله ریا نباشه. من روز یک شنبه از
نجف اشرف برگشتم. روز چهارشنبه هم آخرای روز مشرف شده بودم، شب جمعه هم کربلا بودم. خیلی از دوستا گفتن آقا عرفه را بمان، عرفه کربلا بمان، و واقعا دلم میخواست کربلا بمانم، اما گفتم خدا تو میدانی کربلا زائر زیاد کن، خدا به زائرین امام حسین در کربلا نگاه میکنه، اما میخواییم بریم در شهر خودمانم برنامه عرفه داشته بشه، اونجا دعای عرفه یادگار امام حسین دوره هم بشینیم بخونیم. عزیزان من انشالله روز عرفه در پیش است. فکر نکنیم عرفه در سال 61 امام حسین علیه السلام به شهادت رسید به وجود آمد. عرفه قبل از جریان عاشورا بوده، قبل از ولادت آقای امام حسین بوده. تاریخ عرفه کهن است، اما امام حسین عرفه را زنده کرد. همونطوری که وقت امیر المومنین علی علیه السلام اون زیبایی ها را و اون شجاعت و مردانگی ها را به نمایش گذاشت، ابن ابی الحدید میگوید یا علی انسیت ابطال العرب، وقتی تو به میدان آمدی پهلوانان عرب همه به فراموشی سپرده شد. وقتی امام حسین جریان عرفه را دنبال کرد در سرزمین عرفات و با حضورش در مکه، دیگرا از عرفه این گونه استفاده نکردند. دعای روز عرفه خیلی برکات داره. عزیزان من اگر میخواید حسینی شوید، روز عرفه برای دیگرا دعا کنید. امام حسین آمد کربلا، یک کاری کرد که نتیجه حرکتش خدمتی به دیگران است. کاری کرد که وقتی زائرین حرمش میرن کربلا، خداوند اول به مهمانهای آقا نگاه میکنه، بعد به مهمانهای خودش نگاه میکنه. برای پدر، برای مادر، برای مردم، برای زندانی ها. اگر میخواین یک قدم به امام حسین نزدیک بشیم، به دیگران خدمت کنیم. انشالله مراسم روز عرفه برنامه ریزی میشه و همه من دوره هم جمع میشیم. نه اینجا، هر جا، هر عزیزی در هر مرکزی، در هر قریهی، در هر مسلایی میتواند فرهنگ عرفه را انشالله اجرایی بکنه، معرفی بکنه. و اینجا هم انشالله یکی از برنامه هایی که پیش رو داریم مراسم عرفه است. در آستانه عید پیروزی عقل و وعی بر هوا و هوس، عید سعید ازها هستیم. روزی که اثبات شد تسلیم و بندگی، روزی که انسان در برابر معبود و معشوق حقیقی خودش از همه چیزش گذشت. خلیل خدا از فرزندش گذشت برای درس انسانیت و آزادی دادن به همه انسانها، همه اصلیش را فدای باور و عقیدهش کرد. امیدواریم که از عید قربان یاد بگیریم. نتیجه قربانی کردن من، فدا شدن من در راه خدا باشه، فدا شدن من در راه عقیده و حقیقت و صداقت باشه. درست مستحب است، در سالهای گذشته عرض کردم قربانی کنیم، حتی قرض کنیم مستحب است، قربانی کنیم خیلی تاکید شده، این یک بخش کار است. اما حقیقت قربانی کردن، انسان خودش آماده فدا شدن بکنه تا دیگرا از فدا شدن او بهره ببره. حسین از مکه حرکت برای که مکه بمانه. حسین در روز عید قربان در مکه نیست، اما در میادگاه است، در قربانگاه است، تا بشریت بیدار شود. اونهایی که به این قربانگاه دل میدهند
میپیوندن، از اون قربانگاه درس میگیرن، اینها به بشریت خدمت میکنن، اینها مردان راهن. امیدواریم که در عید قربان حرکتمان این گونه باشد. خب وقت زیاد ندارم، بهترین دعا در روز عید قربان دعایی است که امام سجاد علیه السلام با مضامین بسیار زیبا پس از توصیف پروردگار از خدا درخواست میکنه، از قاضی الحاجات تمنا میکنه، خاضعانه و خاشعانه با خدا راز و نیاز میکنه. من زیاد وقت ندارم، دعای 48 صحیفه سجادیه را به عزیزانم پیشنهاد میکنم از باب تذکر. میفرماید خداوند این روز با برکت، این روز با برکت و میمون است. مسلمانان در هر جای زمین تجمع دارند، سوال کننده هستند، امیدوارند، ترس در حال ترسند، تو ناظر بر همه حاجاتی. خدایا اون چه شایسته مقام توست به مسلمان ها عنایت بفرما. آداب اجتماعی روز عید انشالله رعایت کنیم. من قبل از اونه که مسائل مربوط به کشور ما بگم، یقین میدانم که شما هم منتظرین یک یاد بکنم از سفیر ابی عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل. خیلی شخصیت بزرگ است. میدونین در روز عرفه در سال 60 هجری، قبل از اونی که آقای امام حسین بره به کربلا، نامه های زیادی از مردم کوفه آمد. حضرت مسلم ابن عقیل به عنوان سفیر خودش فرستاد در کوفه. اول با آقا عهد بستن، بیعت کردن، اما متاسفانه آرام آرام عقب نشینی کردن. مسلم که نام مبارکش مسلم است، پدرش عقیل است، مادرش علیه است، همسرش رقیه دختر امیرالمؤمنین است، بسیار شخصیت بزرگ است. امام حسین فرمود تو محل اعتماد من هستی. او مسئولیت بزرگ به ایشان سپرد. فرزندان عاشورایی تربیت کنین عزیزان. سرمایه انسان فرزند است. فرزند اگر حسینی و عاشورایی تربیت شد، باعث چشم روشنی پدر و مادر است. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة عین واجعلنا للمتقین اماما. اونهایی که فرزندانشان با معارف حسینی و عاشورایی تربیت میشوند، اینها پیشگامانند. سردار فتح است مسلم ابن عقیل. وقت ندارم، در فتح آفریقا حضور داشت، در سنگرهای مهم حضور داشت، در صفین حضور داشت. پیام رسان امام حسین بالاترین مقام جناب مسلم ابن عقیل بود. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اون همه جمعیت با او بیعت کردند، اما کار به جایی رسید که تنها خانه یک زن پناهگاه مسلم ابن عقیل شد. اما لحظه ای از صداقت و مردانگی و وفاداری کنار نیامد. هرچی گفتن آقا از این موقعیت های پیش آمده استفاده بکن، فرمود نه، مردانه درخشی، یک تنه در مقابل یک لشکر مبارزه کرد. کار به جایی رسید که لشکر به او حمله کردن، صورت نازنینش آسیب رساندن، دندانهاش آسیب رساندن. باز هم از حیله استفاده کردن، بالای دارالعماره سر از بدنش جدا کرد. فقط متأثر بود، میگم حسین جان من به تو نامه نوشتم، اینها با من بیعت کردن.
تسلیت عرض میکنم شهادت این سرباز بزرگ و با افتخار جهان اسلام را به امام زمان و همه شما و همه مسلمین عالم. خیلی معطلتان نکنم، نکات آخری خطبه دوم عرض بکنم. خب ما الحمدلله در کشورمان شاهد برکات هستیم، شاهد الحمدلله تحولاتیم، اما بعضی از موضوعات لازم است گفته شود. من هفته گذشته نائب زیاره شما دوستان بودم، دقیقا صبح جمعه دیروز بود، هفته گذشته با حرم آقای امام حسین خداحافظی کردم، رفتم به کاظمین، روز شهادت حضرت جواد الائمه بود، و آخرای روز جمعه مشرف شدم سامرا، شب شنبه را سامرا بودم. یکی از تحولاتو که نکاتی که پیش آمد، مسئله مربوط به تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دانشگاه خاتم النبیین بود، به حمد الله و المنه قضیه حل شده. البته کار و برنامه ها ادامه پیدا کرده، از شخصیت هایی که در این راستا خلاصه تلاش کردن تشکر میکنیم، اما گویا هنوز وزیر محترم عدلیه در سفر حج هستند. منم جناب آقای فیاضی در هفته گذشته صحبت هایی را مطرح کردم، به سهم خودم چون اینها را وظیفه میدانم، این سنگر سنگر بیداری است، این جایگاه جایگاه است مربوط به همه مسلمین، اینجا مسائل را لازم میدانم عرض بکنم. خب مسئله تلویزیون تمدن، میدانم دوستا تا جایی که اطلاعات دارم، چون من با فرزند آیت الله محسنی در ارتباطم، نه الان، از سالهای قبل، از سالهایی که مکه توفیق داشتم مکرر میرفتم، زمین مرکز تمدن زمین شخصی است، اسنادش موجوده، اینا بررسی میشه. یه اولا دانشگاه ساختماناش کاملا کراییه، در محل اجاری کار میکنه، خب سندش اسنادش مربوط میشه به مؤسسین. میمونه مسئله مدرسه خاتم النبیین. خب این مدرسه وقف است، اگر از دولت زمان گرفته شده، وقف جامعه اسلامی است، یعنی در یک کشوری با این همه زمین داشتن چند هزار متر زمین با عنوان موقوفه، یک چیزی خیلی سنگینی است. بعد موقعیت ها را باید بررسی کرد. آیت الله محسنی رضوان الله تعالی علیه متعلق به یک جریان نیست، یک دوران تحزب بود، ایشان هم مصلحت دانستند در یک مرحله خلاصه کار کردن، اما سالیان قبل ایشان در قالب حزب نمی‌گنجیدند. ایشان سفری داشتن، من سالهای اولی بود که مزار آمده بودم، دقیقا یادمه، نزدیک 20 سال قبل وقتی برای استقبال ایشان برنامه ریزی شد، من اونجا عرض کردم، گفتم استقبال آیت الله محسنی در قالب حزب نمی گنجه، ایشان شخصیت اسلامی افغانی و عمل کردشم امیر رسان. امیدوارم که بزرگانی که متوجه قضایا بودن و مسائل و رهبری و زعیم امارت اسلامی رساندن، تشکر میکنم، قضیه را جدی بگیرن. یکی از مسئولیت های حکومت ها در قبال شهروندان دفاع از اعتقادات و باورهای شهروندان مملکت است. فرهنگ شهروندی ایجاب میکنه در طول تاریخ هرچه به عقاید و باورها و اعتقادات مردم بها گذاشته شود، داده شود، به همون اندازه
روابط حسنه می شود و مسیر کجی و انحراف گرفته می شود. مسئله تلویزیون تمدن، مسئله مدرسه جامعه خاتم النبیین، دانشگاه وزین و علمی خاتم النبیین گره خورده به مسائل اعتقادی و فرهنگی بخشی از مردم جامعه اسلامی. بعد ما وقتی تاریخ این تلویزیون نگاه میکنیم، در برنامه‌های فرهنگی خودش رعایت اصل تقریب مذهبی، مسائل فقهی جعفری و حنفی در محور و در صدر برنامه‌های تلویزیون تمدن بوده. ما تاریخ تلویزیون‌های کشورمون رو داریم نگاه میکنیم. 20 سال من اینجا در خدمت مردمم. شما بیاین بپرسین کدام تلویزیون به اندازه تمدن در معرفی اسلام، در معرفی مذهب حنفی و جعفری کار کرده؟ این رو نباید نادیده گرفت. نادیده گرفتن اینها چالش به وجود میاره. از اینها نمیشه گذشت. گفتمانهای سیاسی جاذبترین و جالبترین برنامه های علمی اینها عملکرد این تلویزیون است. حوزه علمیه خاتم النبیین که مؤسسش یک فقیه بی بدیل است، یک علامه است، آیت الله محسنی در سال 1396 مدال ابن سینا و نشان مجسمه فارابی را به عنوان برترین پژوهشگر برتر جهان اسلام از سازمان فرهنگی یونسکو و آیسیسکو به دست آورد. این باید متعلق به همه افغانستان دانست. اطلاعات دقیق و مستند را که داریم، ایشان در سال 1384 یعنی نزدیک 19 سال قبل از رهبری حرکت اسلامی کنارگیری کرد و رسما دست از فعالیت‌های سیاسی کشید و به کار علمی و فرهنگی روی آورد. امیدواریم که قضیه همون گونه که با دلسوزی جمع از بزرگان تا این لحظه مدیریت شده، در آینده انشالله با دلسوزی و آینده نگری و جامعه نگری انشالله قضایا برنامه و مدیریت شود و باعث وحدت بیشتر و همدلی بیشتر جامعه اسلامی و افغانی شود و همه بزرگان که در راستای تحکیم پایه های وحدت و حکومت و اقتدار و عزت کشور تلاش میکنن و آینده نگری دارن، از خداوند علی اعلی طالب توفیقات روزافزونیم. خدایا ملت ما، دولت ما را در پناه قرآن و اهل بیت از همه خطرات محافظت بفرما. زائرین حرم الهی، زائرین عرفات و مشعر و منا، خدایا سفرشان با برکت، حجشان مقبول، سعیشان مشکور و سفرشان بی خطر فرما. خدایا پروردگارا فرج آخرین ذخیره ات برسان. ما را برای حضور در اون تحول بزرگ و جهانی بیش از پیش یاری و تربیت بفرما. خواهران و برادران که با حضورشان همه صحنه ها نماز جمعه را یاری میکنن، به عزتشان خدایا به توفیقشان بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.